رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه بار دیگر بر موضوع فرستادن زندانیهای داعش به کشورهای مطبوعشان تاکید کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز میگوید چارچوب کلی برقراری تحریم‌های علیه ترکیه آماده شده است. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های ترکیه میگویند در عملیات نظامی در شمال سوریه علاوه بر کنترل شماری از زندانی‌های داعش 287 ستیزجوی دیگر را نیز بازداشت کردند. برخی از این افراد شهروندان کشورهای دیگرند و رئیس جمهوری ترکیه میگوید علارغم سلب تابعیت از آنها این زندانی‌ها به کشورهایشان فرستاده می‌شوند. شو آنده 4 میلیون ملتجی موضعتان علیه ترکیه را که 4 میلیون پناهنده در خود جای داده باید بدانید. این موضع باید تغییر کند. شماری از زندانی‌های داعش در سوریه در اختیار ماست. تعدادی از آنها را به کشورهایتان فرستاده‌ایم و برنامه استرداد این افراد ادامه خواهد یافت. این مشکل شماست. کشورهای اروپایی گفتند داعش‌های زندانی باید در همان محلی که مرتکب جرم شده‌اند محاکمه شوند. اما سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه روز شنبه صریحاً گفت شمال سوریه هتل داعش نیست و هیچ کشوری نمیتواند با سلب تابعیت از شهروندش از مسئولیت شانه خالی کند. دو زندانی داعش که آلمانی و آمریکایی‌اند روز دوشنبه تحویل داده شدند. مقام های ترکیه یکی از داعش های زندانی را که شهروند آلمان است دادند و تا آخر این هفته جمعاً 9 نفر دیگر را هم تحویل خواهند داد. کمتر از 20 زندانی دیگر هم هستند، اما هنوز نه تابعیت آنها مشخص شده و نه ترکیه تاریخی برای اخراج آنها تعیین کرده است. کمی بیش از یک ماه از تهاجم نظامی ترکیه و متحدان محلی آن به شمال سوریه می گذرد و اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در مورد احتمال برقراری تحریم‌ها علیه آنکارا به دلیل حفاری‌های غیر مجاز در آب‌های جنوب قبرس تصمیم گیری کرد. آشکار است که چارچوب برای برقراری تحریم‌ها آماده شده است. احتمالاً قدم بعدی تعیین فهرست افراد و مؤسسات مشمول تحریم است که کار در کمیته کاری شورای اروپا و یا احتمالاً در خود آن شورا انجام خواهد شد. شمار زندانی‌های داعش و خانواده آنان در شمال سوریه و شرق فرات نزدیک به 20,000 نفر تخمین زده می‌شود. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.